آلن تازه خوابش برده بود که با صدای عجیبی از خواب بیدار شد. انگار کسی توی گوشش پچ پچ میکرد. آلن، من از پله ها میام بالا. الان روی پله اولم. حالا رسیدم به پله دوم. آلن وحشت زده پدر و مادرش رو صدا زد، اما کسی صداشو نشنید و سراغش نیومد. دو مرتبه همون صدای پچ پچ وار گفت: آلن، الان روی پله آخرم. حالا رسیدم تو هال. الان پشت در اتاقتم. حالا کنار تختت وایستادم. و ناگهان فریاد زد: گرفتمت آلن. آره گرفتمت. آلن جیغ زد، صدا بند اومد. پدرش دوید توی اتاقش و تندی چراغ روشن کرد. آلن گفت: بابا یک اینجاست بابا. مامان و بابا دور و برشون رو نگاه کردن، اما کسی جز آلن و پدر مادرش توی اتاق نبوده. داستان 16 سوزانا. سوزانا و جین هم خونه بودن. هر دو خونه کوچیکی نزدیک دانشگاه کرایه کرده بودن. یه شب سوزانا دیر وقت از کتابخونه برگشت. چراغ خاموش بود، جین هم خواب بود. سوزانا تو تاریکی لباسش رو عوض کرد و بعدم بی سر و صدا رفت تو تختش که بخوابه. تازه خوابش برده بود که کسی زد زیر آواز. انگار کسی آواز میخوند و توی آواز اسمش رو مرتب صدا میزد: سوزانا، سوزانا، لا 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 لا. سوزانا گفت: جین، بس کن دیگه، بگی بخواب، میخوام بخوابم، خستم، خوابم میاد. اما جین جواب نداد. صدای آوازم ساکت شد. سوزانا خوابش برد. صبح کره سر از خواب پرید. دلش میخواست بازم بخوابه. چند مرتبه از این پهلو به اون پهلو شد تا دوباره خوابش ببره که باز همون صدای آواز شب قبل رو شنید. سوزانا گفت: جین، لطفاً بخواب. صبح زود پاشدی که چی بشه؟ اما جین بازم جواب نداد. صدای آواز هم چنان بلند بود. سوزانا عصبانی شد، داد زد و گفت: صدا تو ببر جین، کار خیلی مسخره و بیمزه‌ایه. صدای آواز بازم قطع نشد. سوزانا، آهای سوزانا. این بار سوزانا از کوره در رفت، از جاش بلند شد و پتو رو از رو سر جین کشید که یه دفعه فریادش به هوا بلند شد. سر جین بریده شده بود. یکی سرشو بریده بود. سوزانا با وحشت به خودش گفت: کابوس میبینم. آره دارم کابوس میبینم. از خواب که بیداشم جین صحیح و سالم روبرومه. کابوس تموم میشه. داستان 17 مرد وسطی. سالیت روت رفته بود دیدن مادرش. تا آخر شب هم پیش مادرش موند. وقتی یه دل سیر هم دیگر رو دیدن، تصمیم گرفت برگرده خونه. اما دیگه خیلی دیر وقت بود و مادرش هم نگران. سریع خستش با مترو برگرده. برای همین به مادرش گفت: نگران نباش مامان، مترو امنه، پلیس هم همیشه تو مترو هست. از قضا اون شب تا یه پلیس هم توی مترو نبود. قطار خالی بود. جز سالی کسی توی قطار نبود. دو ایستگاه بعد سه مرد عبوس و بد اونق سوار قطار شدن. دوتا از مردا سومی رو چسبیده بودن. انگار نفر سوم مست بود، تعادل نداشت، برای همین به دوستاش تکیه داده بود. سر مرد مثل آونگ تاب میخورد و پاهاش از کار افتاده بود. رفقاش مرده که مست رو بین خودشون رو صندلی های قطار نشوندن. هنوز ننشسته بودن که سر طرف افتاد رو شونه یکی از دو مرد. ساری فکر میکرد نفر وسط همونیه که مست و لاغر نشسته بود.
بهش زل زده و چشم ازش بر نمی داره. برای همین خودش رو مشغول کتاب خوندن کرد. سعی کرد بهشون نگاه نکنه. چند تا ایستگاه بعد یکی از مردا از جاش بلند شد، رو کرد به مرد وسطی و گفت: سخت نگیر جیم، سخت نگیر. و بعد توی همون ایستگاه پیاده شد. دو تا ایستگاه بعدم نفر بعدی از جاش بلند شد، نیم نگاهی به مرد وسطی انداخت و گفت: خوب میشی رفیق، خوب میشی. و پیاده شد. حالا فقط جیم و سالی تو قطار بودن. سالی خودش رو یه مقدار جمع جور کرد، قطار را افتاد. کمی بعد به پیچی رسید. قطار پیچید. جیم پرت شد کف قطار، درست جلوی پای سالی. چشم سالی به صورت جیم افتاد. یک طرف سرش چند قطره خون خوش شده بود. درست بالای همون جایی که خونی بود، گلوله شقیقه مرد وسطی رو سوراخ کرده بود. مرد وسطی مرده بود. داستان 18 هدیه کریسمس. شب کریسمس بود. خانم بریک سوار ماشین شد، پا روی گاز مثل فشنگ به طرف بازار را افتاد. خریدهای دقیقه 90 هنوز مونده بود. اونقدر سرعتش بالا بود که گربه وسط خیابون ندید. حیوان بیچاره زیر ماشین رفت و در جا مرد. خانم بریگز دلش نیومد جنازه گربه رو همونجا وسط خیابون رها کنه. خدا رو خوش نمیومد ماشینای دیگه هم از روش ردشن و له و لوردش کنن. خانم بریگز ترمز کرد، گربه رو لانک دستمال کاغذی پیچید و توی کیسه خریدش انداخت. بعدم گذاشت صندلی عقب. میخواست وقتی رسید خونه گربه رو توی حیات خونش خاک کنه. به بازار رسید، پارک کرد و به طرف یکی از مغازه ها راه افتاد. هنوز چند قدم نرفته بود که از گوشه چشم زن مشکوکی را دید. زن به طرف ماشین خانم بریکس میرفت. به ماشین نزدیک شد. پنجره عقبی ماشین خانم بریکس پایین بود. زن دستش رو توی ماشین کرد و کیسه‌ای که گربه توش بود رو قاپید. بعدم سوار ماشینی شد، گازش رو گرفت و رفت. خانم بریکس از خرید منصرف شد، برگشت و فوراً سوار ماشین شد و زن رو تعقیب کرد. توی همون خیابون کمی پایین تر زن جلوی رستورانی ترمز کرد. پاکت خریدی که کش رفته بود و برداشت و رفت تو رستوران. با دقت نگاه کرد. زن پشت میزی نشست و غذا سفارش داد. خانم بریکس گوشه‌ای تو رستوران پنهون شده بود و از دور داشت زن رو میپایید. زن از دزدی کوچکش خوشحال بود. با یه دست برای خودش نوشابه ریخت و دست دیگه‌شو کرد توی کیسه خرید. فکر کرد و گفت: یعنی چیه که انقدر نرمه؟ سرش رو تو کیسه خم کرد. وحشت تو صورتش نقش بست. جیغی زد و از حال رفت. گارسون آمبولانسی خبر کرد و دو نفر زن رو به رنگ‌کارت گذاشتن و رفتن. اما یادشون رفت کیسه خریدش رو بردارن. خانم بریکس با عجله کیسه رو برداشت و دنبالشون دوید و داد میزد و میگفت: آهای آهای، صبر کنین، صبر کنین، کیسه زن رو نبردین. کادوی کریسمسشه، حتما دلش نمیخواد کادوشو گم کنه. آهای با شمام، وایسین وایسین، کجا میرین؟ داستان 19 تخت کنار پنجره. سه پیر مرد به نامهای تد کنگلین، جورج بست و ریچارد گرین توی خونگی سالمندان با هم هماتاق بودن. اتاق پیر مردان یه پنجره بیشتر نداشت. همین یه پنجره تنها پل بین پیر مردان و دنیای واقعی بیرون بود. تد از بقیه قدیمی تر بود. برگه همین تخت کنار پنجره هم ماره اون بود. وقتی تد مرد، جورج جاشو گرفت. ریچارد هم صاحب تخت جورج شد. تخت قدیمی جورج بغل دست تخت تد بود. یعنی حالا ریچارد صاحب تخت وسطی شد. جورج مریض بود اما سرحال و سردماغ. روزا از پنجره بیرون رو تماشا میکرد. تمام روز با شور و اشتیاق منظره بیرون رو بلند بلند وصف میکرد. وای چه بچه های خوشگلی، نگاه کن، پلیس رو اسب نشسته، اسب سواری میکنه،
او خدای من، چه ترافیک سنگینی. توی پیتزا فروشی جای سوزن انداختن نیست. او آتش نشانی رو ببین خدای من. جورج هر روز صحنه‌های رنگارنگی رو توصیف میکرد. دنیای بیرون رو اونقدر قشنگ وصف میکرد که حسرت دیدن بیرون ریچارد رو دیوونه کرده بود. ریچارد از گوش دادن به حرفی جورج لذت میبرد، اما هرچی جورج بیشتر و بیشتر از زندگی بیرون پنجره میگفت، آتش ریچارد بیشتر میشد. دلش میخواست خودش دنیای واقعی بیرون رو از پنجره ببینه، اما از بخت بد فقط وقتی جورج میمرد ریچارد صاحب تخت کنار پنجره میشد. جورج باید میمرد تا ریچارد از پنجره اتاق دنیای واقعی رو تماشا کنه. روزها به همین منوال گذشت. ریچارد برای تماشای زیبایی های پشت پنجره حریص و حریص‌تر میشد. بالاخره یه روز تصمیم گرفت جورج رو بکشه. با خودش گفت جورج که مریضه، بالاخره دیر یا زود میمیره، چه فرقی میکنه؟ من بکشمش و خودش بمیره، زودتر شرشو میکنم تا خودم صاحب تخت کنار پنجره بشم. جورج بیماری قلبی داشت. اگه یه وقت شب و نصف شبی حمله قلبی بهش دست میداد، حتی اگه پرستار فوری بالا سرش نمیومد، قرصای بالای سرش دم دستش بود، برمیداشت و میخورد، چند دقیقه بعدم آروم میشد. قرصای جورج توی قوطی بود. قوطی هم روی کمدی بین تخت جورج و ریچارد. ریچارد برای اینکه از شر جورج راحت بشه، باید قوطی قرصا رو مینداخت رو زمین. اگه موفق میشد، هرگز دست جورج به قرصا نمیرسید. مولا درز نقشی ریچارد نمیرفت. و بالاخره چند شب بعد جورج طبق نقشه مرد. صبح روز بعد از مرگ جورج، ریچارد صاحب تخت کنار پنجره شد. بالا بندیلش رو جمع کرد و رفت رو تخت کنار پنجره. حالا دیگه تمام جذابیت ها و زیبایی هایی که جورج تعریف میکرد رو خودش با چشمای خودش میدید. پرستارا کمکش کردن تا جا به جا بشه. چند دقیقه گذشت، پرستارا از اتاق بیرون رفتن و ریچارد تنها شد. مرد سرشو به طرف پنجره برگردوند و بیرون نگاه کرد. اما بیرون چیزی جز یک دیوار آجری بلند نبود. حالا فهمیده بود که جورج بیچاره تمام داستانها رو خودش سرهم میکرده تا زندگی لذت ببره. داستان بیستم، دست جسد. همه که بچه های دانشکده پرستاری با هم رفیق بودن، به جز آلیس. آلیس یه مشکل اساسی داشت. زیادی همه چی تمام بود. لااقل بقیه دانشجو اینطوری فکر میکردن. آلیس دختری گرم و صمیمی، شاد و خوشمشرب بود. چیزی دلخور یا ناراحتش نمیکرد. همیشه تکالیفش رو سر وقت تحویل میداد و چیزی از قلم نمینداخت. کامل و مرتب بود. حتی ناخونم نمیجوید. خیلی از بچه های دانشکده پرستاری بهش حسادت میکردن. خدا خدا میکردن بلایی سرش بیاد تا دلشون خونک بشه. مثلا از چیزی بترسه، اشکش در بیاد یا بالاخره نقطه ضعفی ازش ببینن. آخه همه یه نقطه ضعفی داشتن، اما تا حالا کسی از آلیس اشکالی ندیده بود. تا اینکه شبی تصمیم گرفتن آلیس رو دست بندازن. میخواستن حسابی بترسه تا بخندن و دلشون خنک بشه. اون روز توی کلاس آناتومی جسدی رو تشریح کرده بودن. آخر کلاس دست جسد رو کش رفتن، دست رو با خودشون بردن خوابگاه و یواشکی رفتن سر وقت کمد آلیس. بعدم دست جسد رو از سیم برق تو کمد آویزون کردن. سردسته گروه گفت وقتی میخواد چراغ روشن کنه میبینه دستش تو دست جنازه است. هر کی باشه از ترس زهر ترک میشه. اگه نترسه یعنی از هیچی نمیترسه. بچه ها دست جسد رو به سیم برق توی کمد آلیس وصل کردن.
بعد همه با هم رفتن سینما و آخر شب برگشتن. آریس خواب بود. صبح روز بعد خبری از آلیس نشد. رفتن سراغش تا سرگوش یاب بدن. ببینن چه خبره. اتاقش رو گشتن. آلیس تو اتاقش نبود. رفتن سر وقت کمدش. آریس کف کمد نشسته بود. زل زده بود به دست جسد و زیر لب هزیون میگفت. حتی سرش رو بالا نیاورد و به دوستش نگاه نکرد. شوخیشون کار خودشو کرده بود. آریس حسابی ترسیده بود، اما شوخی خنده داری نبود. احتمالاً دخترک عقلشو از دست داده بود. با دیدن حال روزش خنده به همه حروم شد.